درود دوستان، شب شما به خیر، خسته نباشید، خدا حفظتون بکنه، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. من تعجب میکنم با اینکه تعرفه خرید بسته‌های اینترنتی رفته بالا، ولی باز شما میبینم که تعداد همون تعداد تشریف آوردی تا ما در خدمت شما باشیم لحظاتی رو. امیدوارم که همیشه تندرست و سلامت باشید. به هر حال اینا دارن از هر راهی که دستشون میرسه شما رو تو تنگنا قرار میدن، کاری میکنن که شما نتونید دسترسی آسان به اطلاعات و اخبار داشته باشید، و این نمیدونن که شما مردم یه جورای کوتاه بیان نیستید و تا آخرش سر این قضیه میمونید که دود تمام این گند و کثافت کاری ها نهایت به چشم خود همین رژیم خواهد رفت. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم در خدمت شما هستم. من دیشب خدمتتون گفتم که یک کسالتی دارم، متاسفانه وقتی برنامه تموم شد و ما رفتیم به پشت صحنه دیگه حسابی ریختیم به هم. یه سرماخوردگیه، الان چند وقت وارد اروپا شده و انگار به یه قانونی بس کرده که همه باید این سرماخوردگیه رو بگیرن که از این اب ما هم مستثنا نبودیم. ما تازه داشتیم پریشب با بچه ها صحبت میکنیم که اگر یک روزی مثلا ما مریض شدیم چه بکنیم، اگر نتونستیم بیایم و برای مردم برنامه اجرا کنیم. خلاصه ما از دیشب تا همین الان که وارد استودیو شدیم و آمدیم که برنامه رو برای شما اجرا بکنیم، انواع و اقسام ویتامین ها و قرص ها و ضد درد ها و نمیدونم اینها رو همه رو خوردیم و خلاصه الان در خدمت شما هستیم. امشب اگر کمی و کاسی رو از ما دیدید به بزرگواری خودتون ببخشید. درود به شرف شما. اگر اجازه بدید من کامنت ها رو، درود به شما، ممنونم از همه شما، کامنت ها رو ببندم که بریم برنامه امشب رو شروع بکنیم. خیلی از شما ها پرسیدید که حالا که شما میان به صورت شبانه گزارش ها رو میدید، یک تحلیل کوچکی هم از وضعیت حال حاضر جنگ بین اسرائیل با تروریست های حماس یا اصلا کلن تو منطقه با سوریه و با حزب الله داشته باشید. عزیزان من، به نظر من اینجوری که من اخبار رو دنبال میکنم، در حال حاضر جنگ اسرائیل با تروریست های حماس در غزه یک جورایی داره فرسایشی میشه. یعنی این نیست که ما بگیم یک هفته یه دیگر. البته من قبل هم به شما گفتم، همه میگفتن یکی دو هفته این جنگ تموم میشه، من عرض کردم گفتم نه، این حالا ادامه داره. الان هم دیگه کلن این جنگ یه جورای فرسایشی شده. البته اسرائیل به خیلی از اهدافی که داشت رسی، تقریبا الان شمال غزه رو در اختیار گرفته، تو جنوب غزه هم که الان هم زمینی هم هوایی کاری با این تروریست ها کرده که شما میبینید الان خیلی وقت حتی یه موشک هم به سمت تل آویو یا به سمت خاک اسرائیل پرتاب نمیشه، و اینها نشانه های تضعیف شدن تروریست های حماسه. اما من احساس میکنم این اتفاقاتی که الان تا این 72 ساعت اخیر افتاده و اسرائیل حسابی داره از نیروهای حزب الله میکشه و خبرش رو شما هر روز داری تو اخبار و تو جراید میبینید، من احساس میکنم جبهه دوم هم باز شده و اسرائیل به زودی جنگ رسمی خودش رو هم با لبنان آغاز خواهد کرد، چون چاره ای نداره. علاوه این که به حزب الله، به خود مسئولین دولتی لبنان هشدار داد که بیاین همون ارزم به حضور شما قطعنامه 1701 سازمان ملل بود که بیا هر کدوم بریم پشت مرزهای خودمون رو، نخواهیم به یه جورای دامنه جنگ رو اضافه بکنیم. ولی ظاهرا حزب الله اون شیطنت هایی که از پشت دست رژیم جنایتکار آخوندی براشون تدارک دیده رو کوتاه نیامدند و انگار که میخوان این جنگ رسما آغاز بشه. حالا باید ببینیم طی روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی شما شک نداشته باشید. امشب البته یکی دوتا از شما پرسش داریم که حتما باید برای ما کامنت بذارید که بذارید به اون قسمت برنامه برسید. من حتما از شما پرسش خواهم کرد، اما شک نداشته باشید که اگر این جبهه دوم جنگ با لبنان آغاز بشه، مطمئن باشید قسمت بعدی این جنگ مستقیم اسرائیل با خود جمهوری اسلامی در ایران خواهد داشت. اما بریم خبرهای ویژه امشب رو که دوستان عزیز ما تدارک دیدن رو خدمتتون تقدیم بکنیم.
افزایش چرا خاموش قیمت نان در خوزستان. نان تافتون در خوزستان از 500 به 650 تومان افزایش یافت. اینها دارن در کل کشور هر کاری رو که دلشون میخواد خیلی نرم، خیلی ریز و در حاله از سکوت انجام میدن. اینجا مردم باید هوشیار باشن که چه کلاه گشادی داره سرشون میره، نمیان یک مرتبه کل کشور بگن اینقدر افزایش پیدا کرد، چون واقعا بیم دارن، واقعا میترسن و هی دارن تستی از استانها شروع میکنن و حرف خودشون رو هم یه جورایی این رژیم داره به کرسی مینشونه. نان تافتون در خوزستان از 500 به 650 تومان افزایش یافت. سمسامی رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان دسپول اظهار کرد از صبح پنجشنبه بر اساس مجوزات قانونی نان تافتون حدود 30% در سراسر خوزستان افزایش یافته است. وی افزود این میزان در برخی استانها همچون اصفهان 40% است. یعنی داره با این حرف میگه که آقا ما منت هم داریم سر شما میذاریم، 30% نان شما رو، قوت غذای شما رو اضافه کردیم، حالا برید خدا رو شکر بکنید، چون این استان بغلی شما مثلا اصفهان اونجا 40% اضافه کردن. بعد پدرتون لعنت که کل دوران حاکمیت دجالی خودتون رو دارید با پنبه سر میبرید. اما موضوع بعدی، سال آینده هر ایرانی چقدر باید مالیات دهد؟ اینها هی میان تو رادیو، تو تلویزیون مقامات میگن نه ما نمیخوایم از مردم مالیاتی بگیریم، نه اصلا اینها همه دروغ، شبکه‌های معاند این رو میگن. نه عزیزان من، این الان از خود دفتر اداره کل پژوهشی مجلس بیرون آمده، سال آینده یعنی طرح سوال شد و خود اداره کل پژوهش مجلس آمده گفته و تو لایحه دیده شده اصلا این قضیه که سال دیگه از هر خانواری، از هر فردی در ایران حتما باید مالیات گرفته بشه. دولت در لایحه بودجه 1403 پیش بینی کرده 1122 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. این یعنی سال آینده هر ایرانی به طور متوسط 13 میلیون تومان و هر خانواده 4 نفره در طول سال 53 میلیون تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم باید مالیات پرداخت کنه. این که میان به شما میگن اینه که فقط میخوان یه جورایی شما رو تحریک نکنن، میگن نه نه نه، ولی کار خودشون رو میکنن. این دیگه تو لایحه دیده شده، یا تقریبا الان این بودجه رو که الان اینجا پیش بینی کردن 1/5 بودجه کل کشوره که فقط میخوان از مالیات تامینش بکنن. خدا به داد مردم در سال آینده برسه، که البته الان در ادامه برنامه ما موضوعاتی رو داریم میگیم که یه سری اتفاقات پشت پرده افتاده، من بعید میدونم اینا تا سال آینده بر مسند قدرت باشن. اما خبر ویژه بعدی، فرانسه برای شب سال نو با بسیج 90,000 پلیس اقدامات امنیتی را تشدید کرد. سلیم برتون رئیس اداره امنیت داخلی فرانسه روز جمعه 8 دی گفت اقدامات امنیتی برای شب سال نو میلادی در این کشور تشدید می شود. 6,000 پلیس در تامین شهر پاریس شرکت خواهند نمود و پیش بینی می شود 1.5 میلیون نفر در جشن سال نو میلادی در بلوار شانزلیزه شرکت کنند. پلیس اعتقاد دارد به جهت جنگ اسرائیل با تروریست های حماس احتمال اقدامات تروریستی بالاست. والا هرچی مسلمونه، هرچی عرب بلند شده رفته فرانسه و جالبم اینجاست تو پاریس دارن زندگی میکنن. بعید هم نیست که اینا بخوان تو شب، چون همین چند وقت پیش من عرض کردم خدمت شما که هم که پلیس ضد تروریست و چند تا از کشورهای اروپایی مثل آلمان و اتریش و نمیدونم اسپانیا یک سری تروریست ها رو گرفتن، داشتن برنامه ریزی میکنن، تحریزی میکردن برای اقدامات تروریستی در شب سال نو میلادی. الان فرانسه هم که با این حجم پلیس، تمام دنیا پلیس برای امنیت و چه میدونم اطمینان مردم میاد مجموعه اقداماتش رو انجام میده، ولی در ایران ما هر جا پلیس رو میبینیم یاد دل دزدی ها و کشت و کشتار و کلن عدم امنیت رو، یه جورای انرژیش رو از پلیس ایران
میگیریم. اما خبر آخر این که گزارش مرکز حقوق بشر سوریه حاکی از کشته شدن 20 نفر از شبه نظامیان حامی جمهوری اسلامی که 4 نفر حزب الله، 3 نفر سوریه و هویت مابقی نامشخص است در 9 حمله مختلف ارتش آمریکا در شب گذشته خبر میدن. این خبر چون خیلی داغ بود عزیزان، بذارید من اینو یه جورایی عزیزان ما نوشتم. من آخرین خبری که گرفتم ارتش آمریکا اومده گفته نه این حمله کار من نبوده و مشخص شده که این نیروی هوایی اسرائیل بوده. خیلی جالبه، هر کسی بود میگفت حالا ما زدیم اون مردک سردار اینها رو، اون کی بود؟ موسوی رو، اونو زدیم و حالا بعد دیگه یه جوری حالت دفاعی بگیریم که جمهوری اسلامی نخواد مثلا یه جوری به ما پاتک بزنه یا بخواد جبران بکنه و فلان. نه اصلا ککشون هم نمیگزه، اون رو زدن کشتن و دیشب هم این حمله رو انجام دادن. میگن 4 نفر حزب الله، 3 نفر سوری و میگن که بقیه هویتشون نامشخصه. جالبه اینا همه مال گروه فاطمیونن که که توسط همون لعنت الله کتلت سلیمانی تدارک دیده شده بودن در جنگ مثلا با داعش، که الان اینا رو آورده بودن تو سوریه که بخوان بر علیه اسرائیل بخوان بجنگن، که اون هویت اون چند نفری که گفتن نامشخصه اینها همشون از اون اعضای فاطمیون و افغانی بودند. اما بریم موضوع امشب رو آغاز بکنیم برنامه ها رو. من دیدم که گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای همین چند وقت پیش بود دعوتش کردن، دیروز بود اگر اشتباه نکرده باشم، توی نمیدونم مرکز تحقیق و نمیدونم برنامه ریزی و حوزه های علمیه و فلان و اینا، این آورده بودن اونجا سخنرانی بکنه. این تو حرفاش زد، بعد خیلی جا حرفایی که آمد زد، آمد یه جایی برگشت گفت که نه این که میگن که روسیه همیشه از پشت به ما خنجر میزند و فلان، نه روسیه تاریخ نشان داده که همیشه با ما خوب بوده. ای خاک بر سر تو و اون علی خامنه ای که با این طرز تفکر و با این طرز فکر آمدید در رأس یک کشورم قرار گرفتید و دوست و دشمن خودتون رو هنوز نمیشناسید. من به خاطر اینکه تو دهنی به تو بزنم امروز رفتم یک آماری رو درآوردم که در تجاوز جنگ اون 8 ساله جنگ تحمیلی عراق با ایران خیلی جالب بود. این جمهوری اسحالی بارها آمد گفت که نمیدونم آمریکا پشت قضیه بود، اسرائیل پشت قضیه بود، انگلستان پشت قضیه بود در همین جنگ 8 ساله. ولی عزیزان من اتفاقا اینها اصلا در این جنگ 8 ساله ایش کمکی به عراق نکردن، که من الان آمارش هم در آوردم تو چند خط براتون نوشتم. در تجاوز عراق به ایران شوروی سابق همین کسافت هایی که الان این آمد توی این مصاحبه گلپایگانی برگشت گفت نه اینا تاریخ نشون داده همیشه همراه ما با ما بودن. میگه در تجاوز عراق به ایران شوروی 56% و فرانسه 21% به صدام کمک‌های نظامی، تسلیحاتی و مالی کردند. و جالب است بدانید در این جنگ تحمیلی آمریکا، اسرائیل، انگلیس و آلمان هیچ کمکی نکردند، اما از نظر حاکمان فاسد و جنایتکار آخوندی همیشه به اینها میگن دشمن علی خامنه ای و متخاصم. ولی اونهایی که واقعا به ما ظلم کردن و هنوز هم دارن به ما ظلم میکنن، بخوایم مثال هم بزنم همین بحث جزایر سگانه رو که کردن تو پاچه ای ما، رفتن با عرب نشستن پشت دست برای خودشون حساب کتاباشون رو کردند و یه بیانیه هم صادر کردند و گفتن حاکمیت این جزایر سگانه رو ما به نفع امارات میبینیم. اما یک پرسشی رو ما امشب میخوایم طرح بکنیم. زحمت بکشید این زیر کامنت بکنید همین الان، برای ما خیلی مهمه که بدونیم نظر شما مردم، به هر حال شما داخل کشور دارید زندگی میکنید مثل ما، یه چند سالی از کشور دور نیستید و اوضاع و احوال میدانی کشور رو خیلی خوب با پوست و گوشت و خون خودتون دارید لمس میکنید. لطفاً همین امشب کامنت بذارید و این پرسش ما رو بهش پاسخ بدید. به نظر شما سرنگونی رژیم چگونه اتفاق میافتد؟ گزینه اول توسط مردم ایران در انقلاب زن، زندگی، آزادی. گزینه دوم توسط کشورهای دیگر. اینو کامنت بکنید و واقعاً برای ما مهمه. ما داریم یه مجموعه مقالاتی جمع میکنیم در این خصوص، میخوایم ببینیم که نظر شما مردم چیه. خب
که الان دارید وضعیت کشور رو میبینید، وضعیت اتفاقات رو میبینید، وضعیت خارج از مرزها رو دارید میبینید، داخل تحرکات داخل کشور رو هم دارید میبینید. به نظر شما آیا سیستم داخلی یعنی مردم باعث میشن که رژیم جنایتکار آخوندی سرنگون بشه یا کشورهای خارجی؟ اینا همین امشب برای ما کامنت بکنید، ممنونیم از شما. اما یه سری اطلاعاتی رو من امروز داشتم تو بعضی از این کانال‌های تلگرامی کشور اسرائیل میچرخیدم. به هر حال ما هر شب که خواستیم بیایم اینجا برای شما یه سری گزارش داشته باشیم، کانال‌های مختلف اروپایی رو، آمریکایی رو، اسرائیلی و چه می‌دونم همین عرب رو، لبنان رو، سوریه رو، اینها رو می‌ریم جستجو می‌کنیم، یه مجموعه اطلاعاتی به دست میاریم، حالا بچه‌ها ترجمه می‌کنن، سریع میدن به ما. و امروز یک اطلاعات خیلی جالبی از به درک واصل شدن کتلت دوم یعنی سید رضی موسوی به دست ما رسیده که بد نیست این رو خدمت شما عرض بکنیم. در خصوص رقد اسامه ادیب، همون دختر خانومی که با این آقای کتلت تو اون خونه کتلت شد، خب که گفتیم اولی موشک رو زدن یه ماهی سفید افتاد وسط حیات، اینا گفتن اون مرد سید رضی که پشمالو خرس پشمالو بود، این کیه؟ بعد دیدن این حوری بهشتیه که در کنارش بوده. حالا کاشف و عمل آمده که این خانومه یکی از افسران گارد ارزم به حضور شما ارتش سوریه بوده که در ساختمان مرکزی وزارت دفاع سوریه کار میکرده. و جالبم اینجاست، اونجا با جناب آقای سردار سید رضی موسوی آشنا میشه، شوهر داشته و شوهر ایشون هم نظامی بوده، ولی ظاهرا یک سری اتفاقات و اختلافاتی با هم داشتن که این خانم 29 ساله که شوهر 31 ساله داشته تصمیم گرفته که با این 60 خورده ای ساله باشه. حالا چجوری رد این رو میزنن؟ اینطور خوب توجه داشته باشید. اولا که میگن که این محل سکونت سید رضی موسوی در زینبیه دمشق بوده، در منطقه زینبیه، این یکی از خونه هایی که زدن خونه خود موسوی نبوده، علی‌رغم این که نظام جمهوری اسحالی خواسته یه جوری ایشون رو مثلا مرد خانواده دوست، یعنی به محضی که کارش تمام میشه میاد خونه، نه، تو زینبیه شهر دمشق یک سری خانه های امنی رو از سالهای قبل جناب آقای قاسم کتلت خریداری کرده بوده برای همین کار، مجموعه اقدامات اطلاعاتی و کارهای نمیدونم نظامی و جلسات محرمانه سپاه قدس در دمشق در سوریه انجام داده بوده. این اتفاق یعنی بعد از قاسم کتلت تمام این خانه ها و تمام این مراکز تیمی به دست سید رضی افتاده بوده که این هر باری که میخواسته با این خانم رقد اسامه ادیب عشق بازی بکنه این رو میبرده تو یکی از این خونه های تیمی. حالا گند این کار چجوری در اومده؟ این خانم جالبه که یکی دیگر از افسران همون وزارت دفاع تو سوریه یک خانم دیگه ای بوده که با این خانم رقد دوست بوده و این خانم رقد درد دل خودش رو بیشتر با اون میگفته و به ایشون فاش میکنه که من با این سردار ایرانی ارتباط نامشروع دارم. چرا؟ چون برای من هر باری که سفری به ایران میره و برمیگرده کلی جواهرات و طلا خریداری میکنه و میاره و پدرت لعنت همون بهتر که به درک واصل شدی حرامزاده، تو که جیب نداشتی، از این پولایی که از مردم میگرفتند و خرج این کسافتکاری ها و این داستان های شما در عراق و سوریه و نمیدونم لبنان و یمن و اینها میکردید، این پول رو ور میداشتی برای شریک جنسی خود طلا جواهر، حق مردم ایران رو. و جالبه اون شخصی که این اطلاعاتی رو که رقعت به اون خانوم دیگه میداده که اون خانومم افسر اطلاع افسر نیروی ارتش سوریه بوده، یکی از جاسوسان موساد اسرائیل بوده و به محض اینکه تخلیه اطلاعاتی میکنه رفت و آمدهاشون رو همه رو رصد میکنن، از اون روزی که این اتفاق افتاده اون خانم دیگه در سر کار خودش حاضر نشده و کاملا ناپدید شده. به هر حال اینها یک سری جمع‌آوری رو لازم داشتن که انجام دادن، اون خانم هم بعیدم نیست که برگشته باشه به کشور اسرائیل. و اینجوری میشه که جناب آقای کتلت دوم هم
به دوست و رفیق خودش قاسم میپیوندد. اما بریم موضوع بعدی. آهان دوستان، این خیلی جالبه، اینو لطفاً گوش بکنید. برای عزیزانی که سال دیگه میخوان برنامه ریزی بکنن برای زندگی خودشون، این خیلی مهمه. بعضی وقتا بعضی از این دوستان زحمت میکشن و این اطلاعات و اخبار رو تا اونجایی که میتونن در اختیار ما قرار میدن. این برای شما خیلی جالبه، گوش بدید. هفته گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست جلسه سردار علی اکبر احمدیان که فکر کنم دبیر شوراست دیگه، جای اون مرده اون کی بود قبلی چمخانی، جای اون اومده، بگه اینها یک هفته گذشته یک جلسه ای گذاشتن به ریاست همین سردار علی اکبر احمدیان که الان دبیر شورای عالی امنیت و خطیب وزیر اطلاعات، سردار سلامی فرمانده سپاه، فدایی رئیس دفتر بازرسی رهبری، رادان فرمانده نیروی انتظامی، معاون رئیس جمهور در سازمان افتا، رئیس سازمان پدافند غیر عامل، نمیدونم احمدی وزیر کشور و تعداد دیگر دیگه. به هر حال جلسه امنیتی بوده، این اراذل و اوباش اونجا حضور داشتن. دستور جلسه جالبه و اتفاقاتی که تو اون جلسه افتاده به درد شما عزیزان خواهد خورد. دستور جلسه: بررسی راهکارهای پیشنهادی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در خصوص مدیریت بحران‌های احتمالی سال 1403. عزیزان اینا به این نتیجه رسیدن، یعنی این جلسهشون خیلی جلسه ارزم به حضور شما جدی بوده و به این نتیجه رسیدن که سال دیگه یک سال پرتلاطم و حتی سال سرنگونی برای رژیم جنایتکار آخوندی خواهد بود. دستور جلسه: بررسی راهکارهای پیشنهادی دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی در خصوص مدیریت بحران‌های احتمالی سال 1403. 1. پیشبینی افزایش ارز خارجی و تأثیر روانی و دخالت مستقیم آن با کالاهای اساسی و ضروری. یعنی چی؟ یعنی سال دیگه بی برو برگرد، این دلار پولارایی که الان تو بازار هست و اگر میتونید بگیرید برید بگیرید. من زبونم مو در آورد، بارها و بارها به شما گفتم این پشکل رو تو جیب خودتون نگه ندارید. این پول جمهوری اسحالی با کله خامنه‌ای و خمینی و این اراذل اوباش، سال دیگه اینها همه ارزششون میشه پش. و طبق پیشبینی خودشون میگن پیشبینی افزایش ارز خارجی و تأثیر روانی و دخالت مستقیم آن با کالاهای اساسی، یعنی سال دیگه بی برو برگرد کالاهای اساسی به عرش اعلی خواهد رسید. یعنی هر چیزی که ما داریم میگیریم الان، ماکارونی و روغن و قند و شکر و کنسرو و فلان، سال دیگه اینجوری که الان پیشبینی کردن در همین سه ماه اولش، یعنی فصل اولش، 40% افزایش خواهد داشت. 2. راه اندازی قرارگاه مدیریت هجمه دشمن در بحث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی. اینها به این نتیجه رسیدن که تو فضای مجازی واقعا قافیه رو باختن، چون سواد این رو ندارن دیگه. یک اون میرفتن بالای منبر بدون منابع، بدون چه میدونم مستندن، یه سری اراجیف و روایات مزخرف 2000 سال قبل رو فرمید 1000 سال قبل رو فرمیداشتن به خورد مردم میدادن. حالا مردم هم که نمیتونستن برن جای منبعشو پیدا بکنن. خب الان فضای مجازی اومده، الان گروهی اومده که همه چیز رو با اسناد و مدارک در اختیارشون قرار میده. به همین خاطر اینا دوباره میخوان یه چند میلیارد دلار، میلیارد دو تومن خرج بکنن و یک قرارگاه جفنگی مثل این همه قرارگاه که تا الان راه انداختن راه بندازن و بیان با حجمه دشمن نمیدونم مبارزه بکنن تو بستر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی. موضوع بعدی: رصد و پایش مجموعه اقدامات احزاب، تشکل‌ها و گروه‌های منتقد و سیاسیون دارای نفوذ و منتقد دولت. یعنی عملاً اینها سال دیگه کلن میخوان فضای باز سیاسی رو ببندن، یعنی میخوان بگن دیگه مردم حق جیک زدن ندارن، حتی احزابی که داخل کشورشون خودشون اینها رو به رسمیت شناختن، تشکلها و گروهها و سیاسیون و اینها، یعنی سال دیگه به کسی اجازه نمیخوان بدن حتی با دیدن این همه فجایع و گرفتاری ها بخوان حتی جیک بزنن. اینها رو وقتی کنار هم میذاری برای ما واقعا مسجل میشه که سال دیگه یک سال سرنوشت ساز خواهد شد. اما شما عزیزان فراموش نکنید همه حتما برای ما کامنت بذارید که آیا این سردگونی رژیم جنایتکار آخوندی توسط مردم، شما مردم انجام خواهد شد یا توسط یک کشور بیگانه.
موضوع بعدی تغییر محل بیت رهبری و استقرار بخش اداری در همان محل. جالبه خامنه ای گور به گور شده رو میخوان از اونجا برش دارن، الان تو اون خیابون تو تهران و اینها هست، میخوان تغییر محل بدن که اگر یک روزی این اتفاقات شلوغی ها افتاد و مردم رفتن، علی خامنه ای رو نتونن از اون تونل فاضلاب به اون جایی که الان درش داره زندگی میکنه و کلی هم اونجا رو هزینه کردن، پایین بیمارستان تخصصی، دوباره یه دونه دیگه پایین تونل های مخفی و کوفت و زهرمار، همونجا هم دیگه اطمینان ندارن، چون میگن دیگه سال دیگه سال واقعا اوضاع بیریخت و غاراش میشی خواهد بود و ما باید علی چلاق رو از اونجا برداریم و ارزم به حضور شما ببریم. اما ادامه موضوعات مختلفی مورد بحث، خیلی موضوعات گذاشتن حرف زدن، نمیدونم چه چیزهایی گفتن، اما نکته دیگه نمیخوام چون وقت برنامه گرفته میشه، اینا چیزهای مهمی بود که چند تای اولش رو برگشتم به شما گفتم. اما نکته مهم جلسه فوق، سران حکومت به خوبی پی بردن که سال سختی را پیش رو دارن، یعنی همه خودشون تو اون جلسه هم آمدن اذعان کردن، آدمای کمی هم نبودن، وزیر اطلاعات و نمیدونم سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه و وزیر کشور و اینا کسایی هستن که میدانی لمس میکنن قضایا رو، جمع‌آوری اطلاعات میکنن، میدونن که سال دیگه سال بسیار سختی خواهد بود. آنها حتی گزینه سرنگونی رژیم را نیز روی میز دارن و میدانن کار به جایی رسیده که دیگر نمیتوان وضعیت را به آسانی مدیریت کرد. تو همین جلسه آمدن گفتن که آقا ما باید حتی این پیشبینی هم بکنیم که دیگه تو لبه پرتگاه قرار گرفتیم و دیگه داریم سرنگون میشیم، چجوری باید مدیریت بحران بکنیم، دیگه با حرف زدن و بالای منبر رفتن و قول و فعل دادن به مردم این کار برای ما چیزی رو درست نمی کنه، ما باید کاربردی یک سری مجموعه اقداماتی داشته باشیم در سال آینده که بتونیم دوباره سرپوش بذاریم به این خشم مردم. آنها حتی در این جلسه پیشنهاد میکنن اتاق مدیریت بحران کشوری را جایی خارج از تهران و مخفی با تمام امکانات طراحی که در خصوص وقوع بحران بتوانند سران کشوری و لشکری را در آنجا که خارج از تهران بوده جای دهند و از آنجا اوضاع را مدیریت کنند. یعنی به این نتیجه رسیدن تو این اتفاقات انقلاب زن زندگی آزادی واقعا یه جورای غافلگیر شدن. الان میگن که چیکار بکنیم، بیایم یک مرکز فوق سری رو تو همین کوههای اطراف تهران و اینها درست بکنیم، دوباره میلیاردها تومان خرج بکنیم از جیب مردم ایران، اونجا رو درست کنیم ستاد فوق سری نمیدونم مدیریت بحران، که اگر مردم ریختن صدا و سیما رو گرفتن، وزارت کشور رو گرفتن، خونه علی گدا رو گرفتن، اینها رو گرفتن، اینها همه برن اونجا و از اونجا بخوان وضعیت رو مدیریت بکنن. وقتی مردم ریختن دهن شما رو سرویس کردن، شما تو کوه که چه عرض کنن، تو هوا هم باشید دهن شما رو سرویس خواهند کرد. اما موضوع بعدی در این جلسه نیز عنوان می شود که آیت الله جنتی دیگر قادر به اداره در این جلسه نیز عنوان می شود که آیت الله جنتی دیگر قادر به ادامه خدمت نبوده و درخواست می شود که نماینده آقا، یعنی شخص علی خامنه‌ای، در جلسه با آقا صحبت بکنند و جایگزین براش پیدا کنند. میگن که کلن آب و روغن قاطی کرده، وضعیتش کلن به هم ریخته، هزیان میگه، چشاشو با میکنه، علی رو سغرا میبینه، سغرا رو خدیجه میبینه و گفتن که دیگه اوضاعش بیریخته، باید دیگه کنار گذاشته بشه و از اون مرد فدایی مدیر کل بازرسی دفتر خامنه‌ای خواستن که به خامنه‌ای بگن یک اسکل دیگر جای این منگل بذاره. اما موضوع بعدی از روز گذشته، این خیلی جالبه دیگه، امروز فکر کنم حسابی همه شما درگیرش بودید، این کثافت ها با بالا بردن قیمت، حالا خودشون آمدن گفتن 30%، ولی این احمق ها دیگه اون وی پی اینی که پشت دست خودشون، ما اون دفعه آمدیم افشاگری کردیم دیگه، گفتیم خود وزیر یکی از افراد یکی وی پی این میفروشه به مردم، پایین آمدن گفتن ما 30% نمیدونم تعرفه بستر رو بردیم بالا، ها کثافت ها، مردم وی پی این هم میخرن، این دوتا رو کنار هم میذاری 30% میشه 300%. از روز گذشته افسایش قیمت چشمگیر بسته های اینترنتی
کام مردم ایران را تلخ کرد. قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول تا 152% و ایرانسل 111% افزایش پیدا کرده. مسئولان میگویند اینترنت فقط 30% افزایش قیمت داشته، اما محاسبات ما چیز دیگری را نشان می‌دهد. اپراتور همراه اول بسته 50 گیگ بلند مدت را که 119 هزار تومان ارائه می‌داد با افزایش 156% قیمت این بسته به 300 هزار تومان رسیده. نگاه، از خداشون این کار کردن. یعنی علی خامنه ای حتی برای اینها فکر کنم الان لوح افتخارم بفرسته، میگه شما کاری کردید که قیمت ها بره بالا و مردم دیگه نتونن بسته های اینترنتی بخرن، نرن اخبار رو جمع آوری نکنن، نرن اطلاعات رو به دست نیارن و ما هر چیزی که تو صدا و سیما فرو کردیم اینا همون رو قبول کنن. ولی بیا مردم، شما میلیون ها تومن هم قیمتش رو ببرید بالا به خاطر اینکه میدونن عنقریب شما سرنگون بشید، این چند وقت هم برنامه ریزی میکنن، از این بر اون بر میزنن، این بسته ها رو خریداری میکنن تا به روز آپدیت باشند. یا اپراتور ایرانسل پیش از افزایش تعرفه ها بسته 10 گیگی را 36 هزار تومان برای مصرف کننده ارائه میکرد که به یک باره با افزایش 111% قیمت این بسته به 76 هزار تومان رسید. من اینها رو میخونم بازم یاد اون حرف مادر بزرگ خدا بیامرز من میفتم که میگفت اشان کره خوشان سر خوردن دارید. اینا دارن سر خودشون رو میخورن و انقریبه که کلن کلاسشون تعطیل بشه. اما یه موضوع دیگه هم اینجا هست، نوشته که صحبت‌های جناب آقای قاآنی. قاآنی می‌دونه که جای کتلت آمده دیگه، جای قاسم سلیمانی. اون موقع معاون قاسم سلیمانی بود، قاسم سلیمانی به درک واصل شد، این مشنگ رو آوردن کردن رئیس اونجا. این پریروز آمد، دیروز بود تشییع جنازه اون مرد موسوی کی بود، آمد اونجا داشت از رو میخوند، از اول تا آخر کلن غلط خوند، بعد این مشنگ شده فرمانده کل سپاه قدس برون مرزی. مملکت ما افتاده دست یک مشت اراذل و اوباش. و جالبم اینه که امروز آمد یه سری اراجف دیگه ای گفت، من اینو نوشتم بذارید براتون بخونم. جناب آقای کیشمیشیان یا همین قاآنی خطاب به اسرائیل گفته شما سید رضی موسوی را میکشید زیرا نتوانستید در میدان غزه چیزی به دست آورید. میدونی میگن طرف عجب روی داره، چقدر پر رویه. خب اینها از اون دست آدم ها هستند. میگه شما چیزی نتونستید در میدان غزه به دست بیارید، رفتید زدید سید رضا موسوی رو. اینا دیگه چه چیزی میخواستن تو غزه؟ شمال غزه رو کلن شخ زدن. 20,000 نفر از شما اراذل و اوباش رو تا به امروز کشتن. الان هم تو جنوب غزه تو خان یوسف، خان یونس، کل اونجا رو گرفتند. دارن کل جنوب غزه رو هم مال خودشون میکنن. از نظر امنیتی هم اشراف کامل پیدا کرده. امثال یحیی سنبار هم رفتن تو سوراخ‌های خودشون قائم شدن، دیگه هم پیدا نمیشن. یه دو تا دونه موشک هم دیگه نمیفرستن. یعنی این بزرگترین دستاوردی بود که اسرائیل همش تونست تو چند هفته به تو دو ماه به دست بیاره. من دیدم خیلی ها میان میگن که از 7 اکتبر تا الان اسرائیل داره. نه، کجا از 7 اکتبر؟ اگر یادتون باشه 7 اکتبر اون اراذل و اوباش آمدن حمله کردن، اسرائیل تازه به صورت پیاده نظام زمینی 27 اکتبر رفت تو غزه، تو خاک غزه، اونم تو شمال غزه، که الانم به این نتایج بسیار بالا رسیده. ولی اینها اینقدر آدمهای پررویی هستن، همیشه کوکوشیش اندازه دیگه، همه چیز رو برعکس جلوه میدن و فقط هم خوراک داخلی داره. اما الان دیگه اینقدر دسترسی مردم بالا رفته که کسی به مزخرفات اینها گوش نمیده. برگشته اومده میگی که شما چون نتونستید در غزه دستاورد بفرستید، رفتید موسوی رو، سید رضی موسوی رو. اینها حالا حالاها برای شما برنامه دارن که این روزهای آینده یک صداهایی در میاد، یه سری اتفاقاتی میفته که شما خاک بر سرها رو شوکه میکنه. بشینید ببینید. اما پایان بخش برنامه امشب رو من از یه مقاله یه چیزهایی برداشتم، دیدم که عربستان واقعا دیگه داره کولاک میکنه برای مردم خودش، واقعا داره به مردم خودش حسابی حال میده. درود به شرف این پسر بن سلمان، یه پسر جوون، یه پسر با
باسواد، یه پسر با کلاس، یه پسر خوش فکر رو برداشتن آوردن تو عربستان، برو ببین داره چه کارهایی میکنه. اینم آخرین قراردادیه که بستن. عربستان برای ساخت بزرگترین پارک دیزنیلند جهان، پارک دیزنیلند جهان با هزینه 8 میلیارد دلار قراردادی انعقاد کرد. خب حالا به موازات این در داخل کشور علی چولاق چه کار کرد با این رئیسی خاک بر سر؟ مسئولان رژیم آخوندی اعلام کردند حاضرن 8 میلیارد دلار هزینه کنن تا شبکه‌های اجتماعی جوری فیلتر شود که مردم با هیچ فیلتر شکنی نتوانن از سوشیال مدیا استفاده کنند. نگاه، دو تا دیدگاست دیگه، دو تا نظره، میدونی، دو تا دیده مختلفه. یکی برای این که به مردم خودش اطلاع ببخشه، به مردم خودش چه میدونم ارزش ببخشه، میاد یه همچین کارهایی میکنه. عربستان برید ببینید داره چه کارهایی میکنه. امروز دیدم یه گزارشگر رفته بود تو یه صحرای چه میدونم اطراف عربستان، اطراف مدینه، که قبلا همش صحرا و شنزار بود، امروز دیدم همه گلکاری شده، همه چه میدونم چمن در اومده. میگفت این همون جاییه که چند سال پیش ما برنامه داشتیم که اینجا رو چه میدونم یه جورایی درستش بکنیم، سرسبزش بکنیم و به نتیجه رسیدیم. برعکس در کشور ما این اراذل و اوباش و کثافت ها که دارن غارت میکنن، آخرین غارتگریشون هم دیگه که این دریاچه ارومیه رو خشک کردن و از داخلش دارن اون منابع غنی رو ور میدارن، پشت دست به چین و روسیه میفروشن. این دو دیدگاه هست، دیدگاه توسعه و دیدگاه کنترل. در دیدگاه توسعه حاکمان عادل یک سرزمین به دنبال رفاه مردم آزادی و شفافیت و عدالت هستند و در نگاه دوم حاکمان دوز در حال انجام کارهای نامناسبی هستند و باید آنها را ادامه دهند و از مردم پنهان نیز بکنند. در این چرخه اما سیاست اول رضایت مردم را برخواهد داشت و هم سیرتر می شود. در سیاست دوم مردم نارضایتی بیشتر پیدا می کنند و خشمگین‌تر می شوند و دست به اعتراض می زنند و برای حاکمان دردسر می شوند. انتخاب هر یکی از این دو روش به فساد و ذهن بیمار و ناکارآمد یا ذهن خلاق و خودون مرتبط است. این نشون میده که ما یه روزی میگفتیم اعراب سوسمارخور، اعراب فلان، اعراب بسار، الان ببین اونها کجا هستن، ما کجا هستیم. فقط گندگوزی برای این حاکمان کثافت و مریض جنسی ما مونده و روز به روز دارن ما رو بدبخت‌تر میکنن. سال دیگه هم الان دیدید که شورای عالی امنیت ملی خودشون آمد گفت اوضاع آنقدر خرابه که ما باید از الان پیشگیریمون رو شروع بکنیم. من شمید جانر بی میرم. خیلی خوشحال شدم از اینکه امشب هم در خدمت شما بودم. ببخشید یه ذره کسالت داشتم، تمام بدنم عرق کرده. میگن این سرماخوردگی یه چند روز طول میکشه، باید یه چند روز استراحت بکنم، ولی هر شب در خدمت شما در این ساعت هستم تا هر خبری که به روز در دنیا باشه به سمع نظر شما عزیزان جان برسونم. مراقب خودتون باشید، خیلی شما رو دوست دارم و همه شما رو تا درودی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.